راهلا هم آخرین کارش که برای من کرد همو اوتو کردن کالایم بود. برای من سخت‌ترین حالت اوجه بود که دکتر گفت که نامش نیست لیس، من گفتم نه، گفت یک دو سه دانه جنازه هم دا داخل داریم و اوجه بپال. پدرم رویش بالا کرد، قسمت سرش نبود. من گفتم که من هست یک برادر راهله، من هست یک کسی که راهله را خیلی دوست داشتم، باید راهله را ادامه پیدا کنه. یک مقدار پیسه که من برای راهله وعده داده شده بودم امورا میگیریم، کتاب خانه میسازیم. باز دیدم که پیسه کم بود میشه، با پدرم هم گفتم چی میشه مصرف ختم قرآن و فاتحه و اینا را هم علاوه کنیم در سر مصارف کتاب خانه، حداقل هم راه علم و دانش ادامه پیدا میکنه و هم اطفال غریبی هست که کتاب در دسترس نداره، یک سالن مطالعه پیدا میشه برای این اطفال غریب و دختر و بچه های غریب، حداقل میای درس میخونه. مکان ما یک فضای بسیار آرام هست، ما کوشش میکنم که فضا را باز هم آرام تر بسازیم و این یکی از اون کتاب هایی است که بعد از مرگ راه لاسر میزش یافتیم و The Mountains Echoed از خالد حسینی هست و یک از بهترین کتاب ها هم هست که راهله تازه شروع کرده بود به مطالعه از این کتاب و تازه رسیده بود به صفحه چهارم از این کتاب که نشانیش هنوز هم اینجا مانده و مطمئن هستم که روح راهله زمان آرام خواهد شد که تداوم پیدا کنه کتابخانه راهله و همچنان راه راهله و راه کسب علم و دانش.